اینجا هم آب خیلی یخه. ولی خب آی واقعا لذت بخشه. فکر گرمای الان سطح شهر رو که میکنم همه چی آدم میره. آه خیلی یخه اینجا. آقا سلام علیکم. مسیر دسترسی به آبشار چالماهی رو داریم میریم از ورودی روستای دوآب فرعی قبل از پل. از اونجا باید بیایم به سمت پیاده روی به آبشار چالماهی. بریم که با هم مسیر رو ببینیم. آقا توجه بفرمایید، اینا زغالخت است. چقدر ترش و خوشمزه است. حالا دوستمون میگه که سمی نباشه. خیلی خوشمزه است. یه میوه نمیدونم چیه دقیقا، ولی خب باید زغالخته باشه اینا. ولی خب رنگش روشنه. زغالخته ترشه. نگاه کنید اینو پیشم، این هم یه ذره درشتره، هرچی میوه جنگلیه دیگه. این شیرینه ولی اسم میکنم کامل نرسیده چون دهنو موچ میکنه. اینه انقدر اینجا دلچسبه، انقدر فضای خوبی داره، پر از چجوری میتونم توصیفش کنم، صدای کوچولو کوچولویی که اینجا آبو جمع کرده و خوراک اینو که بیفتیه آبتنی حسابی تو این گرمای تهران. الان فکر کنم شهر تقریبا روی 30 درجه باشه دماش، شاید هم بیشتر نمیدونم، اما اینجا یک آب بسیار خنک و دلچسب داریم. جاتون خالی. آقا از هر چیزی که بخوایم بگذریم، از آلبالوهای وحشی که در اومده اینقدر خوشگل نمیشه گذشت. نگاه کنید اینجا پره، اینجا هم هست، این هم هستش. چه طعم عجیب غریب خوشمزه. آقا شما نخوردی؟ میخورم. آقا سرجا نمیخوره، میگه بذار ببینیم برای تو چه اتفاقایی میفته. برگشتنی حسابی از خجالت این آلبالوها. اینجا رو شما ببینید، بذار من بکنمش. میبینی؟ از آلبالو بگذاریم گردو رنه ببین.
شما این خدای جذابیت رو نگاه کنید، ببینید اونجا رو چه سیغل قشنگ، ببینید چندین سال شاید هزاران سال از اینجا داره آب میاد که این به این شکل سیغل داده شده. باش من الان تو کمر تقریبا توی آبم، اینجا هم آب خیلی یخه ولی خب آی واقعا لذت بخشه. به چه گرمای الان سطح شهر رو که میکنم همه چی آدم میره. آه خیلی یخه اینجا. صندلی بهتر از اینجا پیدا میکردی؟ واقعا این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. چون میشینی اونجا میگن اینجا محل اقامت ناصرالدین شاه بوده. آه ناصرالدین شاه اینجا میمونه. نه حالا فتحعلی شاه ولی قاجار بوده. اشغال هزینه داره. تخمه ما گوجه خیار و لیمو و لیمو. اینم چای، اینم قهوه اسپرسو، اینم طبیعت. این گیلاس، گیلاس سلوغون میگن، گیلاس سلوغون. آره صادراتیه فقط، یعنی اینجا از این درخت های کهنی که گفتم بهتون این آقا صاحبشه، میچینن و صادر میکنه. کجا صادر میشه؟ میره عراق و سوریه. عراق. خب مسیر پیمایش به چالماهی رو رفتیم با هم، دیدیم خیلی واقعا این منطقه خوش آب و هوا و با صفایی بود، خیلی با صفا بود. و توی مسیر هم همینطور که دارید میبینید پر از باغ‌های گیلاس و آلبالو و گردو و این دو چیزا بود که کشاورزا بودن و میتونستید ازشون هم بخرید. فصلش الان فصل گیلاس بود و میفروختن توی مسیر، میتونستیم بخریم. اما در مورد مسیر بگم، مسیر خیلی مسیر سبکیه تقریبا، ولی خب پاکوبش یه سری جاها مشخص نیست و احتمال داره که گمراه بشید و شاید یکی دو بار بخواید مسیرتون رو عوض کنید تا مسیر درست رو پیدا کنید. حوضچه های آب خیلی زیاده توی این مسیر و تقریبا همه جاش میتونیم شنا کنیم، شنا که حالا یه آب تنهی بکنیم. بعد اکثر جاهاش باید تو آب رد بشی، خیلی آب تمیز و خوبی داره. فقط یه گله بکنم که آب و طبیعت یه سری جاها کثیف، اکثر جاها یعنی مشخصه که الان داریم از تو آب رد میشیم. مشخصه که اینجا آخر هفته‌های شلوغی داره
و خیلی هم زباله متاسفانه مردم میریزن. تقریبا همه جا ما اینجا داریم زباله رو میبینیم.